سعی میکرد امکانات تقریبا مناسبی برای ما ایجاد کنه. این روزای آخر ازش پرسیده بودم، حالا نفرات بالا همشون جمع شده بودن دنبال همین حل فصل آزادی ما بودن، پرسیده بودن که خب اقرار میکنی که به شما مثلا به لحاظ تحصیلات اینا کوتاهی نشده؟ بعد عباس گفته بود آره، ولی چیزی که بر بنیان باطن سواره باشه تا آخرش باطله، طوری که به هم ریخته بودن. واقعا به این روزهای آخر هم حالا من میدیدم برادران نا ندارن، پاهاشون اصلا استخون شده بود، بسیار ضعیف. خیلی دلم میخواست برم دستشونه بگیرم، روشونه ببوسم. لحظات سختی بود. اینا هم همش میگفتم ببین باید حد اکثر انرژیمونو حفظ کنیم، تکون نخور، بشین که بتونیم بیشتر دوام بیاریم. ولی واقعا لحظاتی بود دیگه خیلی دلم تنگ شد، تنها میبردم به خدا و به شما فکر میکردم، میگفتم خدا بعد مسعود کم رنج ندیدن، خواهر مریم کم رنج ندیدن، نمیخواستم واقعا شما بازم بیشتر از این داغ ببینیم. ولی از اون طرف هم میدونستم ما شهید بشیم بالاترین سعادت نصیب ما، چرا که میگفتم تشنه لب میریم پیش یاران ما مسلم. بله خاک پایین. اگه قبول کنه انشاءالله، اگر قبول نکرد. ولی در حال من با چیزی نداشتم نص کنم، خود نص کردم که از این بعد خاک پای تک تک بچه های سازمان باشم.